شوهر آهو خانم بخش دهم ده عشق پیری و حوث کودکی با خواب صبح همان اندازه شیرین و مفرحند که رویا انگیز و پرورنده خیالات خوش سید میران سرابی وقتی که به داروخانه گفته شده رسید و دوای مورد نظر را خرید برای این که بتواند با همان درشگه که رفته بود برگردد از پس گرفتن باقی پولی که داده بود خودداری کرد کسی که دوا را برای او پیچید رو پوش سفید بسیار تمیز به تن و اینک پنس بر روی چشم داشت. مردی چهل ساله سفید موی و مطلعی بود که ظاهرا تازه به آن شهر وارد شده بود. با نظری اجمالی که رشهات دقت در نمایان بود، و با خود نمایی دانشمندان تازه رسیده پشت روی نسخه بالا بلند را برانداز کرد و گفت این مریض با شما چه نسبتی داره؟ هر کی خیلی پیر باشه که در آن واحد یک قطار درد و بیماری سر به جونش کرده باشه شاید پدر شماست پدر من چل سال پیش مرد یک اسکلت فتوت و پوسیده یک که ناسلامت جونش روزی چهار مسقالم تریاک میکشه پس در این صورت بهتر دنبال تابوت برید این نسخه رو هر کس که نوشته آدم سالمم بخوره خوره جا به جا به پیشواز گرگ میره چه رسد به یه پیر افیونی که دود تریاک جگرش رو حقه وافود کرده با این شفا در دست خداست مردم و اهل دو جوکی ها عجوبه هایی هستند که گوی از قوانین طب و دانش زیز شناسی ما پیروی نمی کنند وقتی که سید میران به سر کوچه صنعتی رسید تازه دو زن در انحنای کوچه گام بر می داشتند شاید آنها کارها یا خریدهای دیگری نیز انجام داده بودند یا اینکه به علت خستگی و همراه داشتن بچه یا علل دیگر آهسته طی راه کرده بودند که هنوز به منزل نرسیده بودند به هر حال مرد حوصله کرد تا آنها به خوبی جلو افتادند سر کوچه فرعی خود را با آنان رساند اما که به علت رنگ سفید چادرش در تاریکی شب بهتر دیده میشد با حراسی نگفتنی سر به عقب گردانید و از ترس ندا داد ای این تو هستی که دنبال ما میای از ترس نزدیک بود سکته کنم آخه این کوچه لعنتی یه چراغ هم نداره وقتی که این جمع سه نفری به حیات خانه وارد شدند دختر حسین خان بلافاصله با دواها و وسایل پیش مریض رفت هما دوست خود را به اتاق کوچکی که بغل دست دهلیز بود هدایت کرد و در حالی که چراغ لامپا را میگرداند گفت از تصادف بعد امشب نوبت خاموشی این محل است این سن بسیار خوبیه شوهرش آشپز استانداره شما رو میشناسه یادم میاد قبلا یه بار اسم شما را شنیدم با پدر زنش خونش در یک دیگ نمیجوشه میگه کارو کسبی که این مرد داره آبروی اونو برده از خدا میخواد روزی از در وارد شه و خبر مرگ اونو بشنوه خود نرگس هم باش هم است میگه پدرم عمر خودشو کرده حال نوبت ماست علاوه یه موضوع هم هست اگر حسین خان بمیره این مال دخترش میشه سید میران قبل از آن که بنشیند گفت دلم میخواست میرفتم سری بهش میزدم تا در این میان بر او از ما بدی رفته حلال کنه هیچ حرفشو نزن ممکنه نرگس خود از ورود تو چیزی بهش بروز بده تا زرگرم بده اهمیتی نداره بالاخره غیر از اینه که باید تکلیف و یه سره کرد هر هنوز در دهان او بود که کسی با زدن ضربه به پشت در اتاق صدایش کرد نرگس بود از درد ناعلاجی یا از مزخری تکمیل شدن این کمدی آهسته خنده ای کرد و به او خبر داد مادر من افتاده حالا کی رو بجویم که بادکش بلد بشه آیا تو میدونی البته بعد از رفتن آقای سرابی نمیخواد بر اون سماور آتیش بندزی؟ بپرس ببین بند خودش هنوز تنوز روزه است هما همراه زن به اتاق دیگر رفت در حیات نرگس به او التماس کرد تو رو به خود هر شبی میری امشبه باش من خیلی به کمک تو احتیاج دارم ای وای تو چه ساده خواهر مگه سگ حاجی آبادم که با یه موچ کشیدن خشک خالی حتی بدون اون چهار فرسخ دنبال قافله ای و از اونجا گشنه و تشنه با قافله دیگه به شهر برگردم اطمینان داشته باش حالا حالا در خدمتت هستم پس امشب باش قرارتو بذار شرط تو تموم کن این فرصت کمتر به چنگت میاد وقتی بیدار شده تو بود که پیر و پتیارا رو, رو روی هم کله پا کرد نرگس ظاهرا فهمیده بود که موضوع حاجی و و رجوع مجدد هما دروغی مصلحتی بیش نیست ولی از این دو پهلو هر زدنش معلوم بود که در عین حال نمیخواهد رک و راست به روی دوست خود بیاورد اما از طرف دیگر در اتاق کوچک سید میران در حاشیه ای روی گلیم نشست اول صورت و گردن خود را که خیس عرق شده بود با دست مال پاک کرد بعد قوطی سیگارش را بیرون آورد تا برای فراموش کردن خستگی روزانه ناراحتی ها و همچنین تجدید نفس دودی راه بیندازد قوطی سیگار او از چوب کیکو و کار هنرمندان کردستان بود در پشت آن عکس شیری که پنجه بر گوی بزرگی نهاده بود به طرزی بسیار استادانه و ظریف کندکاری شده بود چیز زیبایی بود که به نظر صاحبش جا داشت اگر دولت آن را از دستش میگرفت و به موزه می سپرد بی آنکه از مضمون و منظور کندکاری پشتش که در حقیقت نشان دهنده سلطه جهانی انگلستان بود چیزی بداند این قوطی سیگار را یکی از وسایل مشتیگری می دانست که لایق هر آدمی نبود. اشخاص دوست و غیر دوست که آن را می گرفتند و تماشا میکردند کردند بالاخره بعدشان نمی آمد. سیگاری هم از داخلش بردارند و بکشند. سید میران غیر از این قوطی سیگار قبل نمای کوچکی نیز داشت که جایش مثل مهر نماز در جیب جیلی بود و همیشه همراهش بود. به هر خانه که اولین بار بود وارد میشد به خصوص اگر مانند آن شب میزبان او را چند لحظه تنها و بی همدم می گذاشت، از جیب بیرونش میآورد و در جای صاف و ثابتی روی زمین امتحان می کرد ببیند قبله آنجا از کدام طرف است اما اینجا که آن را بیرون آورد منظورش دانستن قبله نبود زیرا ای که مانند قار اسماعیل قلی پناهگاه و مرکز تجمع شیطانها ها بود کجا نماز و قبلگاه نماز کجا بلکه منظور او بیشترین بود که قبل از آمدن زن از فرصت استفاده کند و صورت خود را که به نظر نمی آمد حالت عادی داشته باشد در آینه پشت آن ببیند. در فرصتی که هما نبود سید میران با نظری باریک بین و کنجکاو پایین و بالا و در و دیوار اتاقی را که کمتر به یک محل مسکونی شباهت داشت بررسی کرد. صندوقچه ای که خود او برای زن خریده بود تنها شیع تجملی اتاق را تشکیل میداد. سقف آن کوتاه و دود زده دیوارهایش پر لک و پیس بود در یکی از تاخچه هایش چند عکس تازه و قشنگ پشت توپ های پارچه ای چسبانده شده بود که بعضی از آنها مانند عکس و اعلان های تبلیغاتی حب دکتر روس مربوط به همان روزهای اخیر بود آیا به راستی ما در چنین اتاق لخت و بی و پلاسی زندگی میکرد و آنطور که می گفت زندگی مستقلی می باور کردن حرف این زن همان قدر مشکل بود که قضاوت در کارش که خاندن افکار حقیقیش یک چنین خرابات مقانی و بی ماندن پیکر ناز و نیازی چون آن لعبت مسئله بود که نه به طور جدی بلکه از روی حوص و بازی گوشی گاه گاه از پس پرده پندار مرد ما سر می کشید و به او شکلک در می آورد. اما سید میران در یافتن پاسخ راه شتاب نمی پیمود. شاید به این دلیل که اطمینان داشت گوشه های تاریک و ناگفته این داستان بالاخره برای او روشن میشد شاید از آن جهت که در این کنجکاوی نفعی برای خود به چشم نمیدید چه این زن طلبه زهد و تقوا بود و چه مجسمه مکر و نادرستی در هر حال برای او و از نظر اقمازکار کار او چندان فرق نمی کرد نه اینکه فرق نمی کرد اهمیتی نداشت زیرا عشق آن چراغ پای صحنه است که زیبایی ها را به حد اکمل آن شکوه می بخشد. آنچه که مسلم بود این زن از شوهر گذشته خود فرزندانی داشت که از دوری آنان می سوخت. عکس آنها را به او نشان داده بود. سید میران خود حاجی را به رؤیت می شناخت. مرد بلند قد و کمی خمیده بود که صورت کشیده و از داشت و سال بنایی به دست صبحها و قروبها اغلب از جلو دکان او رد می شد. عادت داشت که کت یا پالتوش را رو همیشه روی دوش بیندازد هنگام راه رفتن یک چشم خود را میبست تا در دیدن صرف جویی کرده باشد مثل این که از دیدار مردم و سلام و علیک با آنان بیزار بود بعضی از هاشی نشینان قهوه ها عقیده داشتند و برای اثبات عقیده خود قسم میخوردند مردی که جز نازوکاری ساختمان هیچ کار دیگری قبول نمیکرد یک معمار به تمام معنی قابل و شایسته بود باری هما همچنین طلاق نامه خود را به او نشان داده بود که هنوز مرکب آن خشک نشده بود اینها نشانه های بودند که راه بدبینی را بر مرد نیک پندار ما می حالت قضاوت او تا این لحظه که در اتاقش نشسته بود چنین بود این زن گناهی داشته باشه جز همون ندونم کاری و شتاب خود سرونش در امر طلاق چیز دیگری نیست اونم تا آدم ندونه بعد رفتاری خونه شوار از شن و به چه کیفیتی بوده قضاوتی دور از حقیقت کرده اون هر چه بوده و هست جویای نجابت خانوادگی و سعادت از گذشته خودش پشیبونه درهای امید رو نباید به روش بست هما پس از انتظاری که نسبتاً به طول انجامید با تبسم فرو خورده ای بر لب و سماور آب و آتش شده تمیز در دست پرده قلمکار را آهسته پس زد و وارد اتاق شد. با حجب و حیای معمولی و آشنای زنان خاندار از افتار مهمان پرسید. سید میران پاسخ داد که فقط چای خواهد نوشید ولی اگر زحمتی نباشد قبل از آن کمی آب برای او بیاورد. هما سماور برنجی پای کوتاه را پایین اتاق در سینی روی زمین گذاشت و دوباره بیرون رفت. از کوزه که در همان ایوان بود لیوانی آب ریخت و برای مهمان آورد. این بار هنگام ورود به اتاق بچه ی شنل پوش نیز همراهش بود. دودکش سماور را گذاشت و خود در فاصله دورتری کنار دیوار نشست و چادرش را به دقت روی ساقهای صاف و شکیلی که در جورا به نخی قهوهی پوشیده شده بود کشید. سید میران پس از نوشیدن آب بلن و لبخندی کاملا دوستانه با فرخ اظهار آشنایی و محبت کرد. و چه نسبت به روز اولی که او دیده بود شش ماه بزرگتر و داناتر مینمود با کنجکاوی مخصوصی پیوسته وی را مینگریست و از بودنش در آن اتاق تعجب می کرد. سید میران قوطی سیگارش را در حال تبسم روی نقش گلیم جابجا جا کرد و با صدایی پست و اضطرابی در سینه مانده به سخن درآمد خب هما خانم جواب ندادن که چرا به قولی که میدن وفا نمیکنند از اون چنین انتظاری نداشتم. خیال نمی کنم در رفتار من نسبت به خودش تا کنون چیز توهینآمیز زننده یا برخلاف انتظار دیده باشه. اگر چنین باشه با نهایت شرمندگی از جسارتی که ندانسته مرتکب شدم عذر می طلبم. و اگر خواسته باشید از همین لحظه با قطعیتی هرچی افزونتر قول میدم که با شما همونطور که خود مایل هستید به یک دوستی ساده که گرمای درونی اون هرگز سرد شدنی نیست اکتفا کنم. هرچند یقین دارم که این گرمای درونی مثل چناری سال خورده آقبت روزی آتش از پیکر من بر میکشه. با این وصف عاشق ابدی اون هستم. روز اول من با این نیت به دنبال شما اومدم و, و, تا آخرم میتونم به اون وفادار باشم. پیمانی که انسان با خودش میبنده محکمتر از اونه که با دیگران حالا که وقت یاری کرد و تونستم چند لحظه ای در یک کنج خلوت با شما صحبت کنم میل دارم اون چرا در دل داری بی هیچ رو در بایستی یا ملاحظه به من بگید در چهار شب روز گذشته قطعا به اون پیشنهاد فکر کردید زن در جای خود بول خورد جمع و جورتر نشست و با حالت شرمنده و لحن ناراحتی که بوی پشیمانی از آن می آمد. چنین گفت بلاغی سر بی چی بگم من یه زن بیشتر نیستم به خونه شما اومدنم اونم با وضع شکلی که مسلما حرف از اون در میاد کار درستی به نظرم نمیاد مردم از روی احساسی که در هر کس هست همه چیز رو درک میکنن یا باید همه حقیقت و بیکم زیاد به اونا گفت و روکرا زندگی کرد یا موضوعات رو در مه و تیرگی نگه داشت و به بدگمانی و بگومگوها کنجکاوی و فضولیا بجا و بیجا فرصت ابراز وجود داده از این گذشته در پیشنهاد شما حتی ظاهر کارم نمیتونه حق به جانب و بیگفتگو باشه دوستی مرد و زن هر چه باشه بر روابط برادر خواهری یا یک عشق پاک افلاتونی استوار باشه وقتی که صحبت از اجتماعی عقب مونده در میونه چه بهتر که دورا دور باشه علاوه شما میدونید دیوار زن بیوه در هر کجایی که باشه کوتاهه حالا که من زندگی در جامعه رو انتخاب کردم دیگه چطور سواری و دلا رفتن معنی نداره با این جمله موهای طفل را که پهلویش ایستاده بود نوازش کرد سید میرام گفت دل نخواسته و عذر بسیار اگر حرفی هم هست غیر از این چیزی نیست اگر همچنان که 90 درصد مردم این ولایت که در زیر سقف دیگران روزگار رو به کرایه نشینی و خونه بدوشی میگذرونن شما هم به طور ساده و معمولی بیایید و در اونجا اتاقی بگیرید و بنشینید چه حادثه اتفاق خواهد افتاد کسی چی داره و چی میتونه بگه من و تو اصلا انگار نه انگار یکدیگر رو دیده و شناختیم بعد از اونم کاری به کار هم نداریم فقط اصل مطلب اینه که نمیخوام تو در جای دیگری دور از چشم من باشی میخوام در همون خونه خودم زندگی راحت و بی دق داشته باشی و علاوه من در حیرت موندم که منظور شما از این مردم یا مردمایی که اشاره میکنی کیان اگر همسایه های درون یا بیرون خونه ما رو میگی بیچارها اونقدر سر به گریبان کار خود هستن که وقت کنجکاوی و فضولی در کار زندگی دیگران رو نداشته باشن اونم نه علم امامت دارن نه سرمه جادو به چشم کشیدن که از پیشانی صاف تو پی به اسرار زندگیت ببرن اصلا اینو به من بگو که اسرار کدومه کام فردی هستی مثل همه افراد بشر از یک نفر چیزی کم داری از هزار نفر چیزها افزونتر داری و به شما بگم در میان های دور و بر ما تا اونجا که زنی وجود داره و من به چشم دیدم یه گردن از همه بالاتری چیزی که هست نخواستی با مرد ناسازگاری که دوستش نداری زندگی خودت رو تباه کنی آیا اختیار جون خودتو نداشتی یا تا به حال هرگز زنی چنین کاری نکرده این حرفها کدوم جون من شما چه بخواهید به زندگی زناشویی بدید و چه نخواهی در هر صورت چند سباهی تنها و بیباعث هستی احتیاج به سخفی داری که از باد و بارون و ناروایی ها و چشم زخم ها در امون باشی آیا میتونی به بری؟ که فعلا نه در چنان وضعی نیستی آیا میتونی در خونه کسی کلفت بشی؟ که اگر بتونی و بشی مسلما اشتباه بزرگی کردی من به خوبی عمق اندیشه تو رو در خصوص یافتن کاری که مناسب حالت باشه درک میکنم اون نهالی که با زحمت خود انسان به زمین نشونده بشه با آب عشق و محبت آبیاری بشه و در گرمای متعادل امید پرورده بشه هرگز خشک نمیشه سعادت جز در این سه عنصر در چیزی نیست کار و محبت و امید به علاوه از کار کردن اندیشه و قدرت زاییده میشه از بیکاری نادانی و ضعف اما با خیال محال هم اگه میشه دل خود رو خوش کرد از همه اینا گذشته من یه سوالی دارم آیا ترنمات دلنشینی یک آهنگ زیبایی های پنهان و آشکار یک گل که در گلدون روی میز یا تاخچه شماست انگامی که از کار فراغت پیدا می کنید نمیتونه خستگی یا جسمی و روحی شما رو برطرف کنه بیشک چرا هنر اختراعی زایده کار و به منظور مقابله با خستگی های حاصل از اون پس اگر اینطوره من درباره شما حکم دیگری دارم البته اشتباه نشه منظورم رقص نیست همو در سخنش دوید بله میدونم اما فراموش نمی کنید که از کار کردن اندیشه میزاد پس زیبایی های سیرت که شامل روح و اخلاق و تجربه میشه برتر از زیبایی صورته آیا میتونید به این زودی گفته یک لحظه پیش خودتون رو زیر پا بذارید اگر جهنم این محیط به اون گرمی که شما میگی، من ترجیح میدم به مسجد برم سید میران قاه خندید و گفت قطعا <applause> این فکر همین الان به نظرت رسیده نه پیش از این ولی اگر با من مسلحت میکنی میگم با همین حسین خان و دار دستش به تبریز یا هر جای دیگری بری باز بهتره تا به مسجد چون در اون صورت لاقل پیش خودت روسفید هستی که با رشته معنوی هنر و از راه احساسات زوغی مردم رو به هم پیوند میدی حالون که در مسجد عمل عکسش رو انجام خواهی داد و علاوه اونجا باید آب توبه به سر بریزی از آتش سیاوش بگذری برای کفر نگفته کفاره بدی و با این وسایل چمچه شرافت گدایی کنی من در این مدت که با شما با اخلاق مخصوص آشنا شدم چون این فهمیدم که عزت و شرافت زندگی یک چیز حقیقیه که میتونه در هر محیط با رنگهای مختلف جوهر اساسی خودش رو حفظ کنه اما آقای عزیز این موضوع به انسان به خصوص اگه زن باشه اجازه نمیده که قبل از اون که بال در برده باشه از رو بام در هوا قیچی بزنه کسی یک بار در زندگی سکندری خورد بعد این مطلب آویزه گوشش باشه که پس از اون هرگز به شتاب راه نره حتی از یک کلوخ احتیاط کنه زندگی آبرومند انسانی حد فاصلی بین اون چی که خودش میخواد اون چی که مردم میخوان اگه من از دامی که هنوز در اون گرفتارم رستم این پند رو اونچه که بتونم سرمشق زندگیم قرار میدم با این وصف به خود و اراده خود ابدا اطمینان ندارم چون میبینم که باید ناگزیر وجودم مثل گل سنگ وابسته وجود دیگری باشه اگر بچه‌ام بزرگ بودن با کی نداشتم من باید سعادت خودم رو در سفره مردی پیدا کنم که نمیدونم کیه چطور آدمیه کی به سراغم میاد و چطوری با من خواهد گذروند تا این سعادت فرضی هم از همین الان با این بچه که من اشوار قبلی این دارم مثل سنگ سیاه مکه چلپاله شده این که من در پیدا کردن یک کاری کوچک انقدر به شما التماس میکنم از همین مسئله آب میخوره و اگه دیدم از این راه کوششم بی اثر موند و تیرم به سنگ خورد همطور که گفتم راه دیگر رو انتخاب میکنم راه دیگه کدوم مسجد؟ من پیشنهاد میکنم عوض مسجد داغل به کلیسا بری اونم برای اینکه ارمنی بشی در این صورت من میتونم در دیرهای اونا برای تو جایی پیدا کنم با لحنی که گویی منظور همکلامش شوخی است گفت نه من دین خودم رو دوست دارم پس اگه اینطور باید بدونی که در دین تو گفتن وسواس حرومه و آدم وسواسی از سگ نجستره و همینطور پناه بردن به زندگی بی جوفت که اسلام ابدا با اون میانه ای نداره خانم عزیز شما هرچه در بند آبرو و عزت خود در میان مردم باشید من ده برابر اون هستم دور خوبه اما مده به خشخاش گذاشتن و عرصه زندگی رو به خود تنگ کردن بده یکی لب با میستاد گفتم پیش نیا میفتی اونقدر پس رفت که از پشت به کوچه سرنگون شد و از فاساب و حسابگری های بیهوده رو کنار بذار در انتقاب شوهر البته من به شما تکلیفی نمی کنم ولی تا روزی که زیر حمایت این حقیر هستی جای دخترم رو داری آیا منم همسنگ این مردی که خشت پایی خرابات هستم یا نفع به خصوصی دارم که بخوام افسون سی مرگ رو بر تو بخونم توی پرانتز طبع مردانه و باگذشت گذشت سید میران در لحظه ای که این کلمات را به زبان میراند مانند اولین روز برخورد با هما بر این پاش نمیگشت که با وی رابطه ای پدروار داشته باشد برای او لذت و سعادت معنوی و پیرانی این رفتار یک دست و جاودانی بود پرانتز بسته شرم و شکوه فلسفه بافی و محال ترشی و همه رو کنار بذار اون سیب زرینی که تو از من خواستی هنوز در این دیار فصلش نرسیده البته کار کردن تو در بیرون یک امر محال نیست اما خمیرش کمتر از همون رقاسی آب بر نمیداره رو کراس به من بگو از لوازم و اساس یک اتاق اون چه که برای زندگی موقتی در درجه اول اهمیت اجالتا چی لازم داری؟ بیش از یک قالیچه بعدش آینه سماور هرچه هرچه من میدونم رخت خواب و وسایل نداری کسی که با یک چادر خونه شوهر پشت سر بذاره و غیر از خدای بالای سر و شرافت زیر پا افتادش به هیچ کس و هیچ چیز نظر نداشته باشه غیر از این وضع دیگری نمیتونه داشته باشه اگرچه من هرگز از لذت این سعادت سیر نخواهم شد که بتونم بر تو چیزی بخرم اما خوشحالی حقیقی من اون لحظه است که لباس اصل کاری رو برات جستجو کرده باشم چون میدونه که بزرگترین پوشش یک زن که اونو از گرما و سرمای محیط حفظ میکنه شوهره زن و شوهر در حکم آسر و رویه یک لباس هر دو لازم و ملزوم همند تو هر فکر و نقشهی در سر داشته باشی و از برای زندگی خود هر طرح و رنگی به ریزی من قبول نمی کنم بتونی مستقل از مرد روزگار بگذرونی فاطمه زهرا میفرماد زن گلیه که خداوند متعال برای بوییدن خلق کرده نمیدونم حرفای منو میشنوی یا نه و اگر میشنوی چطور تعبیر میکنی در هر حال اونچه که من در عمر خود به اون اعتقاد پیدا کردم زن اون مروارید اصلیه که اگر در گردنش نیاویزند خاصیت زنده بودن و شفافیتش رو زود از دست خواهد داد